چته تو رو؟ چرا قد دماغتو بالا میکشی؟ سرما خوردی؟ نه بابا جون، دارم بو میکشم. یه بویی نمیاد به نظرتون؟ چه بویی؟ من که بویی نمیفهمم. چرا فریبا؟ یه دقیقه بیا. ها چیه؟ بیا خو. اینجا بو بکش، یه بویی میاد. دیوونه شدی دختر؟ آره راست میگه. بو چیه؟ بو کجا بو؟ چه بوی عطر میاد؟ آره بوی عطر خوشبوه. آره شما زدی بابا. آها منظورتون عطره؟ آره دیگه. آره چه بوی خوبی هم میده. از شما؟ آره پوش معلوم، من گرونه هم هستا. زنونه که نیست؟ نه 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 زنونه نیست، قشنگ معلومه. بابا جان بزنم به تخت، خوب داری به خودت میرسی آنا آقلا. دختر من کجا به خودم میرسم؟ من عطر نزدم که. یعنی زدم، مگر که عطر بزنه خبریه؟ چرا بی خود تهمت به پدرتون میزنی؟ ما که حرف بدی نزدیم، گفتیم عطر زدین. ای بس دیگه، کجا باباتون عطر زده؟ این بوه مال نم این دیواراست. مگه دسته من بوی نم دیوار مگه نیست؟ بله، بوی گند نم خونه رو برداشه، بعد اینا میگن عطر زدی، بوی عطر میاد. بله، شما بیا بلند شو برو آژانس، یه سندار سهشه کار کن دیگه. ای یخچال نگاه کن، هیچ چی توش نیست، نه مرغ نه گوش نه میوه نه تخم مرغ. یه پولی در بیار آخه، یه خریدی بکن. تو خونه چی داریم اونو بگو. هیچ هیچ. خیلی خوب، من میرم بانک ببینم حقوق این ماری ریختن یا نه. اولین حقوق بازنشستگیتونه ها بابا جان. ببینم عیدی چی، به بازنشسته ها عیدی نمیدن؟ باید بدن. حالا برم بانک ببینم چیزی ریختن یا نه. ببین صبر کن فریبرزم صدا بزنم باهات بیاد. فریبرز اینجا ماما. برای چی اینا رو ریختی به هم؟ دنبال چی میگردی؟ بابا یه جعبه ریزه، آچار ریزه برای دسته اینا کمی داره میفته. من همه اینا رو میدونم چی به چیه، آچار و اینا تو این نیست. ماما میگم یکم هوای بابا رو داشته باشه، یه مقدار نامیزونه. چی؟ برای چی همه تون بند کردی به باباتون؟ خیلی هم خوب حالش. بند نکردم، میگم یه موقع فشار مشارش بالا پایین یه جوری برحال، سکته نکنه خدا. نه خیر نگران نباش، گفتم که خیلی هم حالش خوبه. الان میخواد بره خرید، لطفا پاشین برین کمکش کنید. گندمی من دارم میرم، کاری نداری؟ وایس فریبرزم داره باهات میاد. فریبرز برای چی بیا؟ آقا جون مامان داره میگه، من نمیگم، آ میخوای بیام دوست داری. بچه‌ها چشونه؟ چرا انقدر به من حساس شدن؟ میگم نکنه. نه باشو باشو به سلامت بری. چاشال خب من رفتم، سری بیا یا فریبرزم. چا شما بری اومد. من فقط قبل اینکه بخوام برم از چیزی بهت بگم. یک بار دیگه بخوای راجع به بابات حرف بزنی، من میدونم با تو فریبرز. میخوای یه آجوری چیزی بردار بگم تو صورت من؟ میدونی درباره بابا میخوام صحبت کنم؟ خود درباره چی میخوای حرف بزنی؟ آرنولدو میشناسی؟ خود درباره کیوانشون صحبت کنم. کیوان؟ چی شده؟ میگم اوستا بگو داری میاد. اوستا داره میاد. اوستا اوستا داره میاد. بگو مواظب پنجره ما باشه، این بچه ها میترسن نخوره بهش. اوستا احتیاط کن. برو بالا یواش، نزن بگو برد بزن همینجوری سیخنکی بره دیگه. بابا جان اینقدر چرا لفتش دادی؟ بیا بریم دیگه. خیلی خوب باشه، من یه دقیقه با شما کار دارم. سویچو بده فریبرز ماشین روشن کنه. من خودم دارم میرم دیگه خانوم، بیا بریم. من منظورشمون میخواد خصوصی باشه اون صحبت کنه. اگه بیا چیزی شده در رابطه با همون قضیه بو بردنه؟ نه بابا خیالت راحت باشه، کسی بو نبرده. ببین میخوام ازت یه سوال کنم، فقط جوری گندم قول بده قاطی قاطی نکنی. خب سریع بپرس برم. راجع به کیوانه، میخواستم بگم که به نظر شما کیوان مشکلی داره؟ مشکل؟ آره یه جوریه، به نظرم دست پا چلفتیه. نه بابا من منظورم این نیست، منظور من اینه که به نظرت مشکلی داره که نمیتونه بیاد خواستگاری فرش. آره مشکل داره، مشکلش هم سیروسه. ای بابا باباش اینجوریه، آقا چه ربطی به کیوان داره؟ پسر به این خوبی سمن انصاف نیست؟ این بچه آلا خون والا خون شده. آقا یه خورده به این موضوع فکر کن. گندم اگه بابا من گوسالهی که زایدم هنوز بزرگ نشدم، اون وقت تو به هم میگی نمیدارم چی؟ من چی گفتم ها؟ چی گفتم؟ گفتم الان همه کاراتو تعطیل کن، فقط به این موضوع فکر کن. من میگم فقط یه خورده بهش فکر کن، همین. آخه من بدبخت تو یه زمان باید به چند چیز فکر کنم؟ فرشته، فریبا، فریبوز، خانواده ملکی، اون خونه، اون خانوم، به چند چیز بس نیست؟ میدونی چیه؟ ای کاش فقط یکم هم به من فکر کنی، همین.
چیزی نبود آقا سمت، نگران نباش گشم. ببین درست مجنون نیست، من هستم ها. اینجوری میخوای کار بکنی میزنم دنده بنده تو ریز کنه با. درست کار کن. توجه می نمویی؟ ببخشید چی کار میکنی؟ وای من جلو چشم رو میگیرم کلاه منو یه مقدار دست بده. چی چیزی اینقدر چیه؟ سلام جانم. سلام علیکم. اینطوری که نمیشه آقا، اینطوری گوشو بده. دست شما درد. دستتون لر نکن. آخه این چه کاریه تو میکنی؟ دارم کیک میخورم گندم خورم. اینو نمیگم، برای چی قهر کردی از خونه؟ گندم خورم من قهر نکردم، ولی دلم میخواد همینجا تو این ساختمون نیمه کاره در و داغون بمونم، ولی تو خونه دیگه پام پامو نذارم. دست شما درد نکنه ها، مثل که این ساختمون نیمه کاره در و داغون ما داریم توش زندگی میکنم، آدم نیستی؟ نه 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 نه، من خونه شما رو نمیگم، من اینجا رو دارم میگم. ناکن پایین گاز داره اینجا، من دارم با این کجا گاز داره پایین؟ گاز نداره؟ آب داره پایین. آب داره، اون بشکه رو ندیدی پشت آب نداره. خب برق چه داره، خودم اومدم کرد. ای وای، این نرا اوزای ما چجوری گندم خورم. خیلی خوب، خیلی خوب، ماسمالی نکن. ببخشید معذرت. ببین بابای تو بر هر کی بد باشه، بر تو یکی خوبه. چرا؟ چون خاطر تو میخواد. تو تنها بچه‌شی آخه. آخه چرا باید این کارو بکنی؟ قهر چه کاریه؟ آدم باباش قهر میکنه، احترام به بزرگتر واجب، اونم پدر. آخه تو نباید این کارو بکنی، اون نگران سرنوشت آینده توه. اگرم اشتباه میکنه خب راهش این نیست که قهر کنی، که آدم میشینه باش حرف میزنه به این نتیجه میرسه. قهر درسته، کار خوبیه. ببینید گندم خانم، من همه چی رو میدونم. من صحبتهای شما و آقا صمد رو گوش دادم، البته ببخشید و شنیدم. کدومشو؟ همون چیزایی که در مورد من گفتین. آها دیگه چیزی دیگه نشدی؟ نه نه، من میدونم شما با این قضیه کاملا موافقین، فقط بابام آقا صمد مخالفن دیگه. شدیم عین توپ فوتبال، های از این ور پاسو میدن اون ور، از این ور پاسو میدن این ور. نگاه کن مادرت، بنده خدا مرد از دست تو بابات. خب حق داره دیگه، مادره، نگرانته. بابا یه خود به فکر مادرت باش. خب گندم خانم چیکار کنم؟ شما هر کاری بگین که این قضیه درست بشه، من همون کارو میکنم. هر کاری بگم تو میکنی؟ هر کاری بگید من میکنم. خب به جایی که اینجا بشینی کک سق بزنی و این جغد به حرفای بقیه دقت کنی، بیا برو سر خونه زندگیت، پیش مادرت، تو خونتون غذای گرم بخور، پیش مادرت باش. بعدم خیالت راحت باشه، من و مادرت دنبال کارتیم، واقعا به فکرتیم، پشتتیم، خیالت تخت. خیالم راحت؟ راحت راحت. دستتون درد نکن. بیا باز زنگ زد؟ نگاه کن عجب زیگیری هم هست. الو هما جون سلام، حالت خوبه؟ نه بابا خیلی نگرانم، دارم دیوونه میشم. چرا نگرانی؟ نمیخواد نگران کیوان باشی. من به دلم برات شده تا یکی دو ساعت دیگه میاد خونه. خدا از دهنت بشنوه. آقا صمد کجاست؟ صمد رفته خرید. مطمئنی رفته خرید؟ آره. چطور؟ هیچی، همینجوری من خود نگرانم به خاطر این گفت. نگران؟ میگم نگران نباش بابا جون، میاد خونه. بچه که نیست کیوان. نه نگران تو هم. نگران منی؟ برای چی نگران منی؟ چی شده مگه؟ ببین گندم جون، درسته که آقا صمد مرد خیلی خوبیه، مرد سربزیر، مرد سلامت و درستیه، ولی خب بیرون گرگ زیاده. ببین اگه یه خورده حواست به زندگیت نباشه از هم میپاشه. چرا دو پهلو حرف میزنی؟ واضح حرف بزن بفهمم چی شده. گندم جون راستش من دیشب یه خواب خیلی بد دیدم، گفتم زنگ بزنم همینجوری گوشی رو بدم دستت که چهار چشمی مراقب آقا صمد باشی. یا چه خوابی؟ ببین
خواب دیدم توی یه دشت بزرگ یه فوج آدم همشون دارن موبایلاشون رو نگاه میکنن، بعد باور نمیکنن. بعد آقا صمدم این وسط تو جمعیت لالوها میچرخید، گریه میکرد، بعد میگفت نه این من نیستم، این من نیستم. مگه تو موبایلشون چی بوده؟ خب همین دیگه، عکس آقا صمد بود با یه خانم که داشت بهش گل میداد. نه خانومه داشت به اون یه گل میداد. ببین تفره نرو، واضح به من بگو چی شده. ببین آخه من به خدا اگه یه چیزی میگم به خاطر اینکه تو مثل خواهر من میمونی. گندم جون اون خوابی که گفتم دیشب دیدم خیلی بد بود، این خوابه امروز تعبیر شد. نمیخوای بگی چیه؟ چرا میگم؟ خب بگو. بالاخره هرچی نباشه از من بشنوی بهتر از اینه که از غریبه بشنوی دیگه. از چه دیگه با 50 بار زدی یا؟ چی شد پول نداد؟ رفته رو حالت با عرض پوزش. آیست دلن میگم آقا از تو جایی گیری بابا، چیزی ریخته؟ آقا جون بگو دریق از یه پاپاسی. ای بی انصافا، حالا چیکار کنی؟ هم میگم میخوای تا پول بریزه یکی واسه پول جور کنم؟ اکی؟ خدا نگهداره خانوم دلشاد آقا جون. نه بابا جان زشته بابا جان، خانوم دلشاد اگه بانک شخصی هم هست که هر وقت کفگیرونو به تاییدی خور بریم سراغش بده. بگه ما گفتیم هر وقت آقا جون، بچه شما الان موقعیتت فرق میکنه، شما الان گل سرسودی، حرفت خریدار داره، نه نمیگه کسی به. نه بابا جان من روم نمیشه، این اولین شب عیدیه که انقدر دستم تنگه، توجه مینمویی؟ حالا چیکار کنی بابا جان؟ فکر کنم دست و بالمون رو باید گشاد کنیم آقا جون. همینجا وایسی تا پول بریزم. برو خونه تو برو خونه، من برم یه سری آژانس ببینم 4 تا مسافر میتونم ببرم یه 2000 کاسبی کنم، لااقل خرج یخچال در بیارم. برو پایین. جسارتم فقط برین آژانس ها، چون یه موقع گمتون کردیم بدونیم تو مسیر آژانس رو بگردیم. یه موقع از کجا میخوام برم؟ میخوام برم سر قبرم. تو چته امروز اینو کنه چسبیدی به من؟ برو دنبال زندگیت بابا. ببین آقا جون، در همین عنفوان جوانی شما اینجوری ره بره داری میزنی تو پر ما پس سر و پا بسن بذاریم خب میخوره تو ذوق میمون، تو روی همون تأثیر میذاره. برو بابا برو، تو هیچ چیت نمیشه. برو خونه، برو. الو سلام شنگیز، خوبی؟ ها؟ نه اتفاقا میخواستم همین الان بیام آژانس. چی؟ خواهمی الان بگو. باشه باشه اومدم. خدافز خدافز. این دیگه کدوم وظایمه؟ الان سلام گندم، حالا چطوره؟ آم من هیچی، تو خیابون فریبرز همین الان راه افتاد بیاد خونه. هما خانوم؟ خب چی شد؟ در مورد چی میخوای صحبت کنی که پای تلفون میشه؟ باشه ولی من اول باید برم یه سر آژانس، چون چنگیز بهم گفت آب دستته بذار زمین بیا کارت داره. نمیدونم چی کار داره. باشه میام زود میام. خداحافظ خداحافظ. وای چقدر این آب سرده، پدر دست آدم در میاد 4 تا تیکه استکان بشوره. پس چرا مجنون آب گرم اینجا رو وصل نمیکنه؟ میگی چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ بفرما اینم آب داغ. وای ماما سوختم، ببین چه بخاری داره. کم پر بزن دیگه. چرا با آدم اینجوری حرف میزنی؟ من که حرفی نزدم. خب راست میگه دیگه، 4 تا تیگه لیوان میخوای بشوری، این قره که تو داری میزنی. تو دیگه چی میگی نشستی زیر کرسی لابلا داری حرف میزنی؟ خب راست میگی، بیا خودت انجام بده. نمیبینی دارم درس میخونم؟ آره داری درس میخونی. تا اسم کار میاد داری درس میخونی، اما اگه اسم یه نفر بیاد گوشات تیز میشه، نه دیگه درس داری نه کنکور. فریبه خانم من مثل شما نیستم تو این وضعیت مام بابا تنها بذارم برم شوهر کنم. آره جون خودت معلوم میشه حالا. دیگه ای بابا سرم رفت، مردم از دست شماها. خدایا
مانجو چی شد آخه چرا اینطوری میکنی؟ ماما ببخش هیچی نیست من یه خورده خستم یه خورده حالم بده ببخشید به سر کارتون منم میخوام تو خودم باشم اصلا هر صدای اعصابم به هم میریزه این صدای زنگ تلفن ها رهشه میگیرم از صدای زنگ تلفن آخه چرا مامان چرا باردار دیگه تن بدنم داری میلرزه یا بگیر دیگه ماما رفت رو ویبره خب یه دقیقه صبر کن ببینم الو سلام آقا سینا خیلی ممنون شما خوب هستین بله نه بابا نیستش بابای من محاله چرا همچین حرفی میزنید ببینم الو آقا سینا سلام بله منم چی شده کی پشت سر صمد حرف زده بله آها از اون جهت نه من فکر کردم یه جهت دیگه بله خواهش میکن تشریف بریم بله خواهش میکنم بله نه بابا ایوا صمد برای چی از شما ناراحت باشه هیچ بد اخلاقی هم نمیکنه خیالتون راحت باشه بله خدا نگهدار چه؟ هیچی آقا سینا بود میدونم گفتش که امشب میان اینجا با خانواده‌اش راجع مراسم صحبت کنن نگران بود که شاید باباتون به خاطر این شرط باش اوقات تلخی کنه گفتم نه بابا بابا اینا وقتی رو بردن ای بابا تو چی کار داری مگه خودت نشنیدی بابا جان بهش گفت آقا سینا به پدرت بگو به من زنگ بزنه گفته زنگ بزنه نه که راه بیفتم میان خونه نمیفهمی من درس دارم بابا تو چی کار داری تو همه کاری دخالت تو جای من میخوای کنکور بدی خسته نباشی چنگیز هست؟ سامان تو خجالت نمیکشی؟ خجالت از چی؟ مرد حسابی ما یه مشتری درست حسابی داشتیم اونم وقت تو قرص زدی رفت جون تو نه جون خوده ای بابا خودش به من زنگ میزنه چه قوری دارم بزنم چنگیز کجاست؟ ببینم جمعتون جمعه فقط سرمتون کرد خوش اومدی آقا سمن مفلسیم خوبی آقا منوچه شکریتیم قربون مبارک باشه آقا سمن شکریتیم آقا سمد مبارک باشه به سلامتی قربونت برم نیمه کار از ولی الحمدلله بد نیم ولی به نظر میرسه که کار تموم ها همین روزا تموم میشه اگه این مجنون خودش یه تکونی بود راستی چنگیز کجاست رفت زیر ماشین چنگیز هم زیر ماشین واسه چی آقا هول نشو اگزوز ماشینش خراب بود پیش پای شما رفت زیر ماشین درستش کنه بابا من همین رو گفتم دیگه چرا اینجوری میگی بابا هول دلم ریخ عجب آدمایی هستی شما شما باز چی دهنتون بازه بابا خجالت میکشید از سنتون چی دارین تماشا میکنید جمع کن بابا ای بابا اصلا معلوم نیست چی کار داره میکنه ای بابا باز داری اکسوز درست میکنی خب مرد حسابی از بس گاز میدی خب اکسوزم پاره میشه دیگه باید کمی رعایت کنی چنگیز توجه مینمویی؟ چیه؟ گوشادم نمیشنوه با تو چی میگه آقا سمد؟ زدی پامو داغون کردی؟ تو این فری اکسوس به جون تو شرمنده معذرت با فکر کردم چنگیزه توجه مینمو آدمی که سرگوشش به جنبه حواسش پیش صد نفر باشه باید هم همین چی رو قاطی کنه منظور چیه؟ هیچی بابا بیخیال منظور نداشتم با تو هم میگم منظور چی بود؟ هیچی بابا گفتم که به من چه هستم نه یه چه حرفی بود زدی گفتم بیخیال داداش ولش کن آقا صمد بیخیال یه چیزی گفتیم دیگه ولش کن الان داشت بری برز این طرف ها قاسمم ای چی هوا امروز خوب بود دیگه دم عیدم بود گفتم بیام آفتاب بگیرم یه مقدار برونزنت کنم تو که نباید آفتاب بگیری آقا جونت باید برونزه کنه یعنی چی؟
ببینم ناگل و مامانت فرستاده بیای زاغسی آقا جونت چوب بزنی؟ چرا دریوری میگی؟ با این بابای من چیکار کرده بخوام زاغسیش چوب بزنم؟ نگاه کن چی فیلمی هم بازی میکنه، یعنی تو هیچی خبر نداری؟ با چی با خبر داشته باشم؟ ببینم گوشیت بلوتوث داره؟ بله. روشن کن تا یه چیزی برات بفرستم تا بدونی که الان همه محل چی دارن تماشا میکنن. روشنه؟ بله. ببینم اسم بلوتوث چیه؟ جوجو این واندرلند. البته اینم بگم ها، من از قبل آمار آواجون تو داشتم ولی نه اینجوری. چشت روشن. اومد؟ بله. خوش باش بابا مایه دار. درست صحبت کن ببینم منظور چیه. من شوخی ندارم با کسی ها، با تو هم فری. سلام سما، چه زود رسیدی؟ معلومه تو کجایی؟ بابا رفتم یه بس بگیرم برای اگزوز ماشینه. بیا آقا بری. بس که گاز میدی. ببینم چی کارم داشتی؟ یه دقیقه بیا. سلام آقا سمن. مخلصیم. قربونت برم. چطوری خوبی؟ من خوبم. تو چطوری؟ قربونت برم. خوش بگذره. چی گفت؟ اینجا چه خبره چنگی؟ چرا همه یه جوری هن امروز؟ اتفاقا منم میخواستم اینو از تو بپرسم. یه دقیقه بیا. نه یه دقیقه بیا اینجا. به من بگو بینم. چی؟ نه اینجا خوب نیست. بیا بابا بیا اینجا ببینم تو چته چنگیز. هی من این بر اون بر چرا میبری؟ حرف تو بزن دیگه. ببین سمن، اووردمت اینجا که قضیه رو رک و بوسندی به رفیقت بگی قضیه چیه. قضیه کدوم قضیه؟ کدوم قضیه؟ قضیه گل و کچلوار نو و ماشین مدل بالا و تیپ آنچنانی و خانوم دلشاد و بابا ناسلامتی من رفیقتم. من نمیتونم ببینم بچه های محل دارم پشت سرت حرف میزنن. این چرت پردار مزخرفات از کی شدیدی؟ یعنی چه حرفی؟ من مزخرف نشنیدم صمد، من خودم دیدم، با این جفت چشام دیدم. دیدی؟ بله. میخوای تو هم ببینی؟ چی رو؟ جنگ جون مادرت بگو چی شده بابا، من دارم سکته میکنم. بفرما خودت ببین. از کجا اومده؟ حالا از هر کجا اومده، فقط صمد به من، به رفیقت همینه بگو. بگو ببینم این صمد همون صمد رفیق فابریک و شفاف و زلال منه؟ من نیستم، به جون چنگیز من نیستم، من زلال شفافم نیستم. ولی بچه خیلی شبیه منه، توجه مینمو؟ مرد حسابی، این تویی، نزن زیرش، اینم خانم دلشاده، بابا عکس و فیلم جوابه. چنگیز این عکس رو کی گرفتی؟ بابا تو رفیق منی، زشته بابا، پاکش کن، دیلیت کن بابا، من آبرو دارم. ببین من پاکش میکنم، من رفیقتم، ولی این عکس دست همه بچه محلو هستش، بچه های آژانس هم از قضیه خبر دارن. بس بچه های آژانس هستن همین فیلم و عکس رو نگاه میکردن؟ بله. بابا این اگه به گوش زن بچه هم برسه آبرو میره چنگیز. این از کی گرفتی؟ از کجا آمده؟ جون چنگیز. از یکی. من ببینم از کجا گرفتی؟ بگو از کجا گرفتی؟ از کی گرفتی؟ گفته نگو جیه. ولی تو رفیق همی بهت میگم. خب بگو. ولی باید راستشو به من بگی. من راستشو میگم، درستشو میگم. از گرفت... سیروس. سیروس؟ بله. باید حدس میزنم زیر سر این بد جنس واسه واسه من باپوش میدوزه. سیروس! سمت بایسا! سیروس کجایی؟ این سیروس کجا؟ چی شده؟ دایی سیروس کجاست؟ بابا چی شده؟ میگم سیروس کجاست؟ بابا سکته میکنی؟ به به آقا سمت، این ورا خبری شده؟ تو از جون من چی میخوای؟ چرا من راحت نمیذاری؟ من از جون شما چی میخوام؟ هیچ. تن خوش، دل خوش، عشق و صفا که شکر خدا جنس جور جور. برا من نمیخواد ادای آدمای مظلوم رو در بیاری. من که میدونم تمام این ماجرا از گور تو بلند میشه. ماجرای عکس فیلمو میگی؟ مگه تو هم دیدی؟ بابا بیوشتان به ما هم نشون داده. این روز خفت میکنم، میکشمت. بگو ببینم این عکس فیلم ها چه گرفتی؟ بابا بلش بابا. بابا چی را افتاده تو خیابونه واسه همه بلوتوث میکنی؟ بابا چرا داری شلوغش میکنی؟ سمت رفتی گن زدی الان اومدی یقه ما رو گرفتی؟ بابا فیلم تو رو عالم آدم دیدن، ما هم یکیش. سمت جون الان عصر، عصر ارتباطاته. الان شما انگشت آه بکنی تو دماغت، یه ساعت دیگه میتونی روی اینترنت دانلودش کنی. حواست کجاست؟ کلتو کردی تو برف کته. من کلمو کردم زیر برف؟ من گند زدم؟ چرا تو اومد میزنی سیروس؟
چرا آبرو منو میخوایی جلوی مردم ببری؟ من با آبرو تو کاری ندارم، من با آبرو خودم کار دارم. من میگم نمیرم خواستگاه دختری که باباش گوشش میجنبه، چشمش دنبال این و اونه، راهنمای راست میره سمت چپ میپیچه. بعد میگم آقا بزنید تو گوش من. اون عکست هم میگه دوستای ما سر به زنگار رسید به جون چنگیز، گرفت اینو واسه ما بلوتوسش کرد. سیروس تو که منو میشناسی، چرا تهمت میزنی؟ بابا چنگیز به جون خودم همچی چیزی نیست، اصلا اینطور نیست. من قبول میکنم ازت، خودت رو کن پوسکنده بگو قضیه چیه دیگه. چجوری بگم چنگیز بابا جان؟ ماشین من خراب شده بود، خانم دلشاد هم میخواست بریم بیمارستان، مجبور شدیم با ماشینش بریم گل بخریم بریم بیمارستان. همین بود، به جون تو همین بودی، بی خودی گندش کرده، بی خودی داره آبرو منو میبره. آره تو گفتی و ما هم دست جمعی حالو باورمون شد. همین کارا رو کردی که بچه جلو گامیسو از خونه میزنی بیرون، از بس که مریض هستی. فقط سیروز یادت باشه همه ما یکی یه دونه بلوتوث پیش اون بالاییه داریم، توجه مینمی؟ وای به اون روزی که بخواد بده بیرون، دیگه هیچ کدوم جامو تو این شهر نیست. این که چیزی نیست، زنم میدونه، خدای خودم هم میدونه که من هیچ کاری نکردم. جنگیز خواهی اینو برش بیرون، ببرش بیرون، حوصله‌اش نداره. سمت جون ولش کن، را بیا پری. برو بابا جون. بریم بابا، بیا بریم. سیروز تکلیف تو یکی رو که روشن میکنم، اون آدمی هم که این عکس و فیلم رو گرفته میسپارمش به بود. توجه مینمو یا توجهت به نمو؟ بارا بینیم بابا هکه همه رو بر میگیرم. آره چرا باشه، میبینی دایی؟ میبینی؟ چیه؟ تو چرا با ربطی؟ چی شده؟ نمیدونم به تو چی بگم، فقط خداوند به من عمر بده این بلوتوس کارهای تو هم بیرون بیا. بابا سیروز نکن با مردم اینجوری، آجر رو آجر بند نمیشه. سیروزا تو هم واسه همه ننه به ما میرسی میشه زن بابا؟ بابا جوگیر نشو، این جواب حرف اون روزیشه که جلو همه شما واسه من میدونی چی گفت؟ گفت سیروز تو در شأن خانواده ما نیستی. بس سلام. بابا تو از نظر کینه به شطور دو تا قفنی زدی. آره بینیم بابا. با سمت آروم باش، آروم باش سمت. چنگیز کمک تو دارن آبرو میبرن اینا. سمت جون باز چی خودتو اینقدر ناراحت میکنی؟ آخر میفتی سکته میکنی یا عباسی؟ بشین برات آبقم بیارم. عباسی مگه با تو نیستم؟ بله آقا برم. بگیر تریپ داری برو دیگه. چشم آقا برم. بابا بس دیگه، شما خجالت بکشین. واسه چی تو زندگی مردم سرک میکشین؟ بابا یه سوء تفاهم شده. بابا ناسلامتی رفیقمونه ها. چشم. زشت این کارا جواب نیست. پاکش کن. آقا من اول پاکش کن. پاکش کن آقا. چیکار کن عزیز؟ نداشتیم چشم. اولش هم نداشتی. بیا صاحب. بفرما. حالشو بد کردین گذاشت رفت دیگه. کجا رفت؟ ما چیزی بهش نگفتیم. تقصیر ما نیست که آقا. آقای دکتر آفیفه، لطفا مگه دنبالت کردم؟ ببخشید، ببخشید، عموم تو اتاقش نیست. این آقایی که توی اتاق بسته بود عموی شما بود؟ بله. خوب شد اومدید. شما برید اتاق 302، اتاق پزشکه. منتظر باشید تا دکتر از اتاق عمل بیان.
بگید گواهیش رو صادر کنم بتونید ببریدش. پروندهش هم گذاشتم رو میز دکتر. یعنی مرخصه؟ بله خدا رحمت کنه، فوت کردم. بهتون تسلیت میگم. عمو که طوریش نبود. این آخر سری هم داشت بهتر میشد. خیلی راحت بالا می آورد. البته اسم منو میشدید پایین می آورد. حالا چی شد مرد؟ اونو دیگه پزشکش بپرسید. تو چی کار میکنی این زیر؟ اسمس بازی میکنی؟ خاک بر اون سرت. ببرش آقا. مسخره. عمو جان دست درد نکن. چه به موقع. من موقع میخوام. من اسلام میخوام. سلام هم دوست. سلام مادر جان. خوبی؟ چه عجب از این برا؟ چی پول لازم؟ پول پول؟ نه خیر اومدم یه سوالی از خدمتتون بپرسم. بپرس بپرس. خانم دلشاد دارین چی کار میکنین شما؟ معلوم هست؟ الان در حال حاضر کاری نمیکنم. باعث دادم ببینم شما چی میخوای بپرسی. نه منظورم اینه که با خانواده من چی کار دارین شما؟ من؟ نه خیر من. الان مادر من هر روز داره گریه میکنه، قصه میخوره، ناراحته. من نمیتونم این وضعشو ببینم. مادر با خودتون صحبت کنم رو کوپوس کنده به منم بگی منم در جریان باشم. خب خودشون چی؟ چیزی گفتم به؟ نه خیر چیزی نگفتم به من. مادر جان خودشون ساب جنسن چیزی نگفتم و من چیکارم به تو چیزی بگم؟ نمیتونم بگم که من. ببینید خانم دلشاد من میدونم که بین شما و پدر من یه قضیه هست. نیست. هست. نیست. هست. نیست. عرض کردم هست. منم عرض کردم نیست. ولی برز عیب نیست. آدمو بزرگتر خودش بس میکنه. اجازه بدیم من یه چیز نشونتون بدم که شما بفهمید که یه قضیه هست. نه سب کن سب کن تا نشون ندی من ببینم کیه. سب کن دار کوبه سب کن. الو چیه؟ ببین اگر صد بار دیگه هم اسمتو بیاری بالا نمیاره. بابا روحکی لباس مشکیاتو بپوش بیا بیمارستان. وای چی شده؟ عمو برای همیشه دست جدید دنیا کوتاه شد. عمو فوت کرد. دروغ نگو دارکو. میگم دروغ نگو دارکو. بابا دروغ هم چیه؟ خودت بیا از نزدیک ببین چیزی شده؟ سری خودتو برسون. همون جانم رفت. مرد؟ همون جانم مرد. همون جانم مرد. فوی